سلام و وقتتان بخیر. به برنامه زیربنا از آریانا نیوز خوش آمدید. روند توزیع اسناد به موترهای موسوم به یک کلید از سوی وزارت مالیه به گونه رسمی آغاز شد. مسئولان در وزارت مالیه میگن که احتمال دارد از این بابت تا 4 میلیارد افغانی به خزانه دولت وارد شود. وزارت مالیه میگوید که توزیع اسناد 5 مرحله را در بر میگیرد. وزارت مالی کشور روند توزیع اسناد به موترهایی را که اسناد قانونی ندارند و به نام یک کلید موسومند به گونه رسمی آغاز کرد. مسئولان در وزارت مالیه میگویند که فرم مخصوص برای توزیع اسناد به این موترها در گمرک ها و مستوفیت ها توزیع شده و مالکان موترهای یک کلید می توانند از این مراکز فرم دریافت و نامهایشان را برای دریافت اسناد قانونی به موترهایشان ثبت کنند. مسئولان در وزارت مالیه میگویند که روند 5 مرحله دارد و اسناد هر موتر در درود برای مالکش سپرده خواهد شد. سرپرست وزارت مالیه از تمام افرادی که موترهای یک کلید دارند میخواهد تا زمان تعیین شده اسنادهای خود را تکمیل کنند. اسناد قانونی تنها برای موترهای توزیع می شود که دست افغانستان باشند. تمام موترهایی که از سال 1991 تا سال 2000 با 85% تخفیف راجستر شد و موترهایی که از سال 2000 الی 2010 با 75% تخفیف و از 2011 تا 2020 با 35% تخفیف این موترها همه راجستر شود. اتحادیه شرکت های ترانسپورتی خصوصی میگوید که از بابت موترهای یک کلید میلیون ها افغانی مردم بند بود که اکنون به گونه قانونی سرمایه گذاری می شود. در افغانستان این وسایط بیشتر از وسایط قانونی هستند که سند ندارند و تعداد اینا شاید به 100 200 300 هزار در تمام ولایت افغانستان برسه. ما نظر ما است که پروسه همگانی شود در ولایت افغانستان و در سراسر کشور تطبیق شود. به اساس آمار وزارت مالیه در 10 سال گذشته بیش از 46 هزار موتر به گونه قانونی وارد افغانستان شده است که احتمال دارد بیش از این رقم به گونه غیر قانونی وارد شده باشد. در این مورد بیشتر صحبت می داشته باشیم با مهمانان برنامه، آقای نظیر احمد خلیل رئیس اتحادیه ترانسپورت خصوصی و همچنان حکیم الله صدیقی آگاه امور اقتصادی. مهمانان برنامه بسیار زود خوش آمدین به برنامه. در نخست از آقای احمدی سوال می داشته باشیم. آقای احمدی، این موترها اگر نظرتان داشته باشیم در افغانستان حدود چقدر موترهای یک کلید یا بدون اسناد وجود داره؟ رحیم، طی سالهای تقریبا 10 تا 15 سال گذشته وارد کردن وسایط بدون اسناد به نام پرزه صورت گرفته و این توسط گمرکات افغانستان طی مراحل شده و داخل مملکت شده. این وسایط آمار بسیار زیاد در بر میگیره که ما باورمند هستم که در حدود 100 الی 200 هزار یا بیشتر از او وسایط در بر میگیره که در 34 ولایت افغانستان این وسایط وجود داره و یک سرمایه انگفتی از مردم افغانستان در این وسایط یک کلی یا بی اسناد فعلا بند است. درست. آقای خلیل، این موترها از کدام مسیرها وارد افغانستان میشن که بدون اسناد هستن و به حیث قاچاق که وارد افغانستان میشه، از کدام مسیرها؟ افغانستان امو راه های ترانزیتی که داره و بنادری که با کشورهای همسایه مثل جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و ازبکستان و دیگه ترانستان و دیگه کشورها داره، از امی طریقی وسایط وارد افغانستان شده و این وسایط به نام پرزه، ما باورمند هستم که اینا در کانتینر ها به نام پرزه داخل افغانستان میشن و گمرکات افغانستان در این فساد عمده و کلان متاسفانه در طول سالهای گذشته یکی از عواملش بوده که این وسایط به نام پرزه داخل مملکت شده و کدام سند و اسناد از اینا وجود نداره. وسایطی که از طریق قانونی داخل مملکت شده، از طریق همین بنادر و سرحدات گمرکی داخل مملکت شده و اونا در گمرکات موصول شدن، سند قانونی دارن و عقد خلید کردن. بنان ما گفتم میتونم که یکی از عوامل فساد، یکی از عواملی که باعث گسترش این وسایط در مملکت ما شده همیست که تاجرایی را به نام پرزه وارد کردن و گمرکات هم با عقض همو رشوت یا
فساد مالی اینا را موصول کردن داخل مملکت شده برام فرصت. درست. به شما دوباره برمیگردیم آقای صدیقی، روند توزیع اسناد به موترهای موسوم به یک کلید از سوی وزارت مالیه به گونه رسمی آغاز شد، چقدر یک اقدام مهم و بجا هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت خلیل صاحب دربست و بیندگان تلویزیون آریانوز. خدمت شما عرض کنم که موترهای یک کلید در افغانستان به شکل غیر قانونی بیشتر وارد شده و این خودش مشکلات را در افغانستان به وجود آورده که اگر ما بتانیم امی پروسه را به شکل درست قانونمند بسازیم و به می روندی که وزارت مالیه آغاز کردن و تعرفه های گمرکی که هستن به موترهای کلید داده میشه و دوباره اسناد قانونی برشان توزیع میشه، این یک نه تنها که در تامین امنیت و مشکلاتی که فعلا در شهر بازار وجود داره، موترهای بی پلیتی که گشت و گذار میکنه تاثیرات داره، بلکه عواید حکومت هم بلند میبره در پالی از او تسهیلات و سهولت هایی که به شکل قانونی این مجوز به دست میاره هم برشان فراهم شده. آرزومند هستم که این روان ادامه پیدا کنه و تا بتانیم کمی از گشت و گذار موترهای غیر قانونی در شهر بازار افغانستان جلوگیری صورت بگیره، مبنی بر این که ما بتانیم مرزهای خود کم کنیم. در قدم اول ما با فساد مبارزه کنیم و در گمرک های اشخاصی که با چنین فساد گسترده دست میزنن و موترهای نوارده به شکل پرزه وارد میکنن، این صدمه به اقتصاد افغانستان میزنه، اونا را با شناسایی شوه و جریمه شوه و حتی امو مطابق با قانون افغانستان مطابق قانون جزا برش جزا تعیین شوه. درست. آقای صدیقی، مردم چرا به جای اینکه اموالشان گمرک شوه به قاچاق رو میارن؟ خدمت شما عرض کنم در گمرکات فساد گسترده وجود داره، ایره ما چشم پوشی نمی کنیم، در مقرری هایی که در وزارت مالیه فعلا وجود داره فساد وجود داره و از طریق اصلاحات اداری که فعلا پست ها اعلان میشه در این هم فساد وجود داره. اشخاص شایسته و کارکن اشخاص مسلکی در پست های کلیدی وزارت مالیه جای بجا نمیشه. شما ببینین در پست ریاست گمرکات که باید از یک شخص اقتصاددان و یک شخص باشه که اونا از تمام مسائل گمرکی با خبر باشن جا بجا شون، دکتر بردن به حیث رئیس مقرر کردن که خود نشانده از این است که فساد میشه. اشخاص مسلکی که باید از در بخش تعرف های گمرکی کار کنه اونا بیشتر از و شما دوباره برمیگردیم. آقای صدیقی، آقای خلیل، نظر شما چی هست؟ مردم چرا به جای اینکه اموالشان گمرک شود به قاچاق رو میارن؟ آنچنانی که آقای صدیقی یادآوری کردن بیشتر مسئله فساد هست یا موارد دیگر هم در بر میگیره؟ همونطوری که آقای صدیقی فرمودن، شما یک کانتینر پرزه را اگر به 100 هزار یا 200 هزار افغانی موصول میکنین، در مابین ازو اگر 5 دانه واسطه باشه، اگر اینا موصول شدن 1 میلیون الا 1.5 میلیون افغانی میشه. اینمی باعث شده که با گمرکات، با مسئولین گمرکات یک ساخت و بافت فساد صورت بگیره و این را زیر نام پرزه داخل مملکت کنن. در این عرصه ما باید بگویم که این یک عامل بسیار خطرناک است برای وضعیت امنیتی و اقتصادی مملکت. بر شما بهتر معلوم است که طی سالهای گذشته صدها هزار واسطه داخل مملکت شده و این در تمام امورات مسائل اختطاف، دزدی‌ها، سرقت‌های مسلحانه
مسائل تروریستی از اینا استفاده شد. کسایی که این را وارد میکنن صرف به خاطر از این غیرقانونی وارد میکنن که منفعت بیشتر به دست بیارن، یعنی اونمو محصول یا اونمو پولی که برای محصول گمرکی باید تادیه بکنن، یک میلیون یا دو میلیون یا دو نیم میلیون افغانی که از پنج شش موتر در کانتینر میشد، این به 200,000 300,000 در نام پرزه با همو بافتی که با مافیا در گمرک ها دارن داخل مملکت میشد. بنان اینمی است که یک تراکم بسیار زیاد در وسایط بی اسناد در مملکت واقع شده و امروز خوشبختانه پروژه که پیش روی است به خاطر قانونی ساختن اینا یک مومد خوب است برای بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی، هم سرمایه مردم که پول مردم در این وسایط داده شده بود اونا قانونی میشه و هم در بحث امنیت ما میتونیم که بسیار دستاورد خوب داشته باشیم و هم در بحث مسائل اقتصادی میتونیم که از یا استفاده خوبتر بکنیم. بنابراین عواملش عواملی است که فساد است و فساد باعث شده که این وسایط همون پولی را که برای دولت باید بپردازند به خاطر گریز از همون محصول بلند میره زیر نام پرده داخل مملکت ساختن. درست. آقای خلیل، یعنی فکر میکنین که وزارت مالیه این روند را بتانه در تمام سرتاسر کشور تطبیق کنه؟ این ظرفیت داره؟ یقینا بله میشه. وقتی که شما برای یک کار اراده میکنین و در او عزمتان متین میباشه که کار انجام بدین، انشالله که این تطبیق میشه. و در این باید تاجرای ما، باید کسایی که صاحبای واسطه هستند، در این صنف موتر فروش ها، صنف ترانسپورتر ها، اینا همه باید کمک بکنن. این یک وجیبه ملی است، یک پروسه ملی است، هم برای اقتصاد خودشان خوب است، هم برای اقتصاد مملکتی ممد واقع میشه، هم برای تامین امنیت جان و مال خودشانی بهتر است. من فکر میکنم که بله، اگر اراده برای تطبیقی وجود داشته باشه، شروع از کابل در تمام ولایت افغانستان انشالله که قابل تطبیق است و تطبیق میشه و مردم هم امی پروسه را حمایت کردن. دیده میشه کسایی که دارای وسایط غیر قانونی هستند با بسیار علاقمندی میخواهند که وسایطشان با امی تخفیفی که توسط وزارت مالیه صورت گرفته و به هدایت مقامات عالی ریاست جمهوری به خصوص معاونیت اول مقام عالی ریاست جمهوری صورت گرفته، من فکر میکنم که مردم علاقمندی داره و این پروسه انشالله تعالی کامیاب میشه. درست. آقای صدیقی، ترافیک شهری چقدر ناکام بوده در قسمت جلوگیری از موترهایی که بدون اسناد گشت گذار میکنن؟ آقای صدیقی، صدای مرا دارید؟ اگر آواز شما را دارم شما. درست. آقای صدیقی، نظر شما را هم می داشته باشیم، ترافیک شهری چقدر ناکام بوده در قسمت جلوگیری از موترهایی که بدون اسناد گشت و گذار می کنند در شهر؟ خب در کل شما شاید هستین که ترافیک افغانستان تلاش نکرده و جمعوری همچو موترها، به دلیل از این که مشکلات امنیتی بیشتر نیروهای امنیتی ما را تهدید میکنه. مجلس اشخاص که موترها را در شهر بازار گردش میآورن و میرن حتی بدون پلید، خودش در کل نشانه است که اونا زورمند هستن، قانون شکن هستن و در زمانی که پلیس اقدام میکنه یا مقامات عالی اونا واسطه میشه به پلیس که اونا را الرها کنه و یا در پالی از او که اگر اونا را میبرن موترشان استفاده میکنن، خود پلیس زندگی خودش و فامیلش در تهدید است. اگر ما بتانیم بیشتر دست زورمندا را خصوصا وارد کننده همچون موترها را، ما نظرم ایست از نگاه اقتصادی، اگر ما بتانیم موترهای دست افغانستان تنها نمبر از مجوز قانونی برش توزیع کنیم و موترهای دست پاکستان است تمامش یا به ارگانهای امنیتی بسپاریمش یا جمعوری شد پرزه شد. اشخاصی که بدون دست افغانستان موترهای دیگر وارد میکنن باید اونا را
جریمه نقدی کنن و در که در آینده موترهای دست پاکستان، دست کشورهای دیگر داخل افغانستان نبیارن، چون افغانستان از خود مشخصات داره، باید از مطابق به مشخصات قوانین ما موترها را وارد کنیم. پلیس ترافیک ما و شما شاهد هستین که بیشتر هموطنان ما دچار مشکلات ترانسپورتی در شهر هستند. نتوانستن حکومت ما که مشکلات ترانسپورتی مردم ما را حل بسازن. شما بعد از ساعت 4 بجه در شهر برین مراجعه کنین که طبقه زکور و اونا از خورد بزرگ همه منتظر موتر هستن. اگر ما بتانیم امو سیستم ترانسپورتی شهری را حکومت مهیا بسازه و موترسیکلایی که در شهر گشت و گذار میکنه اونا را هم از اونا جلوگی از گشت و گذارشان در شهر جلوگیری به عمل بیاره، به دلیل از اینکه حکومت بتانه سیستم ملی بس فعال کنه و سیستم ترانسپورتی را هم فعال کنه. ترافیک ما مشکلات داره، فساد هم در ترافیک ماست، هم در گمرکات است. شما ببینین موترهایی که حتی غیر قانونی سودمند هستن به دست میرن و اگر مردم عام یک مریض هم داشته باشن در حالت انتقال مریض خود باشه ترافیک ممانعت میکنه و ما اجازه نمیتواریم. متاسفانه زورمند برای سرک که به دست میره رها میکنه که خودش قانون شکنی را نشان میده و ما تعهد نداریم. زمانی که یک کارمند در حکومت تقرر حاصل میکنه او مسئولیت از دیره داره، او میپذیره که تمام قوانین افغانستان از او اطاعت میکنه و بالای تمام شهروند افغانستان تطبیق میکنه. تا زمانی که مسئولین کارمندان دولتی قوانین خودشان تطبیق نکنه، رئیس جمهور ما و ما هدایت و فرمان میده، ما باید از قوانین و فرمان از او اونا پیروی کنیم و قوانین بالای همه یکسان تطبیق کنیم. مسئولیت رئیس جمهور تطبیق تمام قوانین نیست که او رئیس جمهور خودش در هر شعبه بگرده و قوانین تطبیق کنه. وظیفه یک کارمند حکومت است که او باید امو قوانین نافذه کشور بالای همه تطبیق کنه یکسان. درست. آقای صدیقی، بلند بودن تعرفه چقدر زمین سازی میکنه که مردم موترها را به افغانستان قاچاق شوه، به افغانستان وارد کنن به طور قاچاق؟ خب از آن جایی که ما شما مشاهده میکنیم شهر کابل خصوصا شهرهای دیگری که از گنجایش بیشتر موترها را نداره، شما شاهد هستین سرک های به اون میار ما نداریم که تمام گنجایش داشته باشه و یک لیمیت داره که حکومت مطابق به مو پالیسی هایی که داره میخواد که مو موترها وارد شود، ولی متاسفانه اشخاص زورمند است و کشورهای هم میخواد که کالاهایشان هم موترهایشان به فروش برسه، اونا به شکل قاچاق وارد میکنن. تعرفه گمرکی این خودش یک معضله بزرگ است. تنها بالای موترها که وارداتی است بلند نیست، بالای کالاهای دیگه هم تعرفه ها بلند است. شما ببینید نرخ نوا در شهر کابل یکسان نیست، غیر منظم است. در یک جای یک قسمت، در دیگه جای دیگه قسم. در موتر فروشی ها هم همین قسم است که یک موتر یک قیمت داره و دیگه در دیگه جای عین موتر مدل دیگه قسم قیمت داره، که خودش نشان دهنده از این است که تعرفه های گمرکی بلند است. آرزومند هستم بالای تعرفه های گمرکی. آقای صدیقی، به شما دوباره برمیگردیم. آقای خلیل، در قسمت زیربناهای ترانسپورتی اگر نظرتان داشته باشیم، زیربناهای ترانسپورتی چقدر معیاری هست در افغانستان؟ خب شما در جریان هستین و میبینین که ما نسبت مشکلات امنیتی که در کشور وجود داره، شورای ما قسما تخریب شده به اثر جنگ ها یا به اثر مشکلات امنیتی که وجود داره. ما برای حرکت وسایط کلان ظرف که به ولایات مملکت از مرگ پس پایتخت سفر میکنن، هم در انتقال اموال و هم در انتقال مسافر، ترمینال های معیاری نداریم، ترمینال های بارگیری نداریم. این همه خودش عوامل است که یک چالش جدی را به وجود آورده. همچنان به شما بهتر معلوم است که شهر کابل باید
دارای پارکینگ های باشه که در اونجا هر ناحیه و هر ساحیه که وسایط خردظرف توقف میکنن باید شامل پارکینگ ها باشه تا از ازدحام در روی سرک ها جلوگیری و عمل بیاید. یکی از عوامل و مشکلاتی که در شهر کابل وجود داره نبود زیربناهای ترانسپورتی است. زیربناهای ترانسپورتی در شهر کابل به صورت کل اگر بگوییم وجود نداره، قسمن وجود داره اما نامنظم و نامکمل است. شما در شهر کابل که صدها هزار واسطه نقلیه خرد و کلان گشت و گذار داره، بر از اینا در تمام شهر کابل شما 5 دانه پارکینگ ندارین. شهرواله کابل در همین مدت گذشته نتانسته در هماهنگی با ادارات دیگه در چند ناحیه یا در چند سایه مرکزی یا قابل دام شهر کابل پارکینگ های توقف وسایط تنظیم بکنه و جور بکنه. شهرواله کابل نتانسته برای دستفروش ها زیربناهای را تنظیم بکنه، مارکت های را تنظیم بکنه که اونا در روی سرک ها باعث ازدحام برای حرکت وسایط شهری نشن. بنابراین ما در لحاظ داشتن زیربناهای ترانسپورتی در شهر کابل و در سطح مملکت خیلی دچار مشکلات هستیم و در این عرصه حکومت توجه لازم نکرده و همو ضروریاتی که برای بخش تنظیم و ترانسپورت شهری و ترانسپورت اطرافی بوده مد نظر گرفته نشده و همی باعث شده که نمی چالش های ازدحام و رابندی و مشکلاتی که فعلا به وجود میاد تاثیر نبود زیربناهای ترانسپورتی است. درست. آقای صدیقی، آنچنان که آقای خلیل یادآوری کردن که در قسمت زیربناهای ترانسپورتی مشکلاتی هم وجود داره، کارهایی که باید در این بخش صورت بگیره، کدام طرح‌ها و برنامه‌ها باید در نظر گرفته شود که همین مشکلات زیربناهای ترانسپورتی حل شود در افغانستان؟ تشکر. نقاط عمده‌ای را خلیل صاحب اونا بحث کردن، مورد بحث قرار دادن. ما در طول 18 سال زیربناهای ترانسپورتی در افغانستان نداشتیم، حتی در پایتخت نتانستیم کمی زیربناها را ایجاد کنیم. مردم ما بیشتر دچار مشکلات است. شما ببینین سینمای پامیر که اونجا یک ازگاه یا توقفگاه موتر بود، حالا پارک جور میشه. ما سرکای خود به عوض که ما او را بسیار بزرگ بسازیم، دیگام در سرکای خود ما پارک جور میکنیم. اقتصاد ما چقدر پیشرفت کرده که متاثر هستم، بسیار زیاد متاسف هستم. آرزومند هستم که بالای سیستم میلی بس کار شد، بسای خور ازگاه شما در جریان هستین که در شهر کابل جور شده سیستم میلی بس و از سکتور خصوصی که اینا در زیربناهای افغانستان میخواستن سرمایه گذاری کنن دوباره کمک خواسته شود که اینا بتانن پارکینگ های خوب بالای امو سیلاست که پوششه بالای از او که میساخن اجازه دهن که بسازن. در پالی از او و ترانسپورت های ولایتی است که ما شاهد هستیم در شهر کابل به هموطنان نیست، حتی دوستایی که از در سرکای فرصتی که در اطراف است برای از اونا هم ترانسپورت وجود نداره، همه دست ترانسپورت خصوصی کمک میخوان. ولی آرزومند هستم که از سکتور خصوصی بالای ایجاد سیستم ترانسپورتی کمک خواسته شوه. مطمئنان دارم سرمایه گذارای ما بالای سیستم ترانسپورتی علاقمندی دارن و سرمایه گذاری میکنن. درست. تا بتانیم ما پارکینگ های وسیع داشته باشیم و بتانیم سیستم ترانسپورتی منظم داشته باشیم. شما شاهد هستین چندین شهروالی که در افغانستان آمده خصوصا در کابل وعده های بزرگی را داده. تشکر آقای صدیقی. آقای خلیل، کوتاه نظر شما را هم می داشته باشیم، به خاطر اینکه دیگر موترها بدون اسناد در شهر گشت و گذار نکنند، وارد کشور نشن، باید کدام طرح و برنامه در نظر گرفته شود؟ ما فکر میکنم که اگر گمرکات افغانستان به صورت قانونی عمل بکنن از وسایطی که در کانتینرها به عنوان پرزه داخل مملکت میشن جلوگیری شوه، تنها وسایطی که از طریق سرک و قانونی در کانتینرها موصول میشن و اونا در مطابقت با همو قانون مملکت هستن، بر از اونا اجازه داده شوه، موصول داده شوه داخل مملکت شوند. چیزی دیگه که ما میخواییم بگویم که بر ما اینمی بحث باید صورت بگیره که
یک چیز را اینا بجای از اینکه وسایط کونه را دولت افغانستان محصول گمرکیش بلند ببره تا مردم دیگه وسایط فرسوده و کونه را داخل مملکت نکنه که گازات و مزرعه و دود و غبارشان بر صحت مردم ضرر نرسانه، بر از اونا سطح محصول بسیار پایین آورده. بر وسایطی که نو وارد میشه و وسایط سال هستن اونا میاری هستن، بر بمو استنداردهای بین‌المللی تیار شدن، برای صحت مردم، برای آب و هوا و برای محیط زیست مضر نیستن، بر از اونا 100% محصول گذاشته شده. من پیشنهاد میکنم به دولت افغانستان که از این به بعد وسایط کهنه را که سال گذشته است و از کشورهای دیگه قابل گشت و گذار نیستن، اونا را داخل مملکت اصلا اجازه نتن. اگر اجازه میتن بالای از اونا بعض محصولی را بکنن که دیگه تاجری را وارد نکنن، اجازه بتن سطح محصول وسایط جدید که دارای سال بلند هستن و اونا میتونن برای سلامت باشن. یک کار است که شاید زیاد کمک میکنه برای اقتصاد مملکتون و برای وارد کردن اشیای نو برای سطح مملکت و هم برای بیبود وضعیت. تشکر از حضورتان در برنامه آقای خلیل و آقای صدیقی، ممنونتان. ول هم توجه نمایین به ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی در بازار کشور. نرخ طلا در بازار کشور. سپاس از این که بیننده برنامه زیربنا بودین. وقتتان خوش. الان نگهدارتان.